خانم لیلی قراچه داغی. سلام فرزان جون عزیزم، سلام به همگی. من خیلی خوشحالم که افتخار دارم پیشتون باشم. منم از 3 سالگی افتخار داشتم که شاگرد فرزان جون باشم و حالا همیشه باعث افتخارم بوده و خواهد بود واقعا، در اینکه به خاطر فرزان جون با انقدر که مسیر زندگی خیلی از ماها عوض شده که تأثیرش واقعا انکار ناپذیره برای هممون و خدا رو شکر بابتش. انتخاب سوال که خیلی سخت بود راستش رو بخواهید، ولی من فکر کردم که چون حالا هرچی که میخواستم بپرسم توی این سالها یه جوری انگار با عشقشون جوابشون رو گرفته بودیم، اما فکر کردم حالا الان یه فرصت خوبیه که بپرسم که فرزان جون، شما رقص براتون چی بوده یا چطوری شما بخوای تعریفش کنین چی میگین؟ ای من قربون تو برم لیلی عزیزم، خدا نکنه. چرا خدا بکنه. خانم از بچگی 3 سال و 3 ماهش بوده پیش من اومده و از همون موقع بی نهایت باهوش و خیلی ظریف بوده، خیلی، و همچنان هست. همیشه کارهایی که من باهاش انجام میدم کارهایی بسیار بسیار سخت از نظر من برای طراحی و از نظر او برای اجراست، ولی میره خودشو میکشه و در میاره، یعنی حرکت رو بدنش در میاره. البته اینی که میگم همینطور دیدار جون، اون هم از اون دخترایی که برف بارون سختی نمیدونم همه چی باعث نمیشه، هم دیدار جون هم لیلی جان که از راه دور میاد همیشه پیش من، باعث نمیشه که کلاساشو کنسل بکنم. وقتی من کنسل میکنم هر دو قصه میخورن چرا. حالا لیلی جان من میخوام به شما بگم که من خود رقصم خود مصیبت. خودت میدونی چقدر مشکلات داشتم، ولی هیچ وقت نموندم، یعنی نخواستم که بمونم، یعنی عقب بمونم، نخواستم که شماها رو نگهتون دارم، دلم خواسته که همیشه شماها پیشرفت داشته باشید. پس یعنی میخوام بهت بگم که خودت میدونی که من با چه مشقتی با چه سختی هایی این هنر عزیز رو ادامه دادم، برای همینم موندم اینجا تو ایران. میتونستم شرایطشو داشتم که برم از ایران بیرون و اونجا ادامه بدم، چنان که چندین بار به مناسبت های مختلف دانشگاه یورک کانادا، دانشگاه آلمان، دانشگاه فرانکفورت، خودت بودی عزیزم، نمیدونم ایتالیا، همه اینا رو بودی با من، همینطور دیدار جان با من بوده، خیلی از کشورها، فرانسه، نمیدونم استرالیا، همه اینجاها، همه وقتی میرفتم که با البته یکی دو جاشو 3 جاش یا 4 جاشو با بچه های خودم هم بودن، قاطی بچه های خارجی، من حدود مثلا یه ماه و نیم اونجا میموندم که رقصای ملی و محلیمون رو با این بچه های خارجی که اصلا فرهنگ منو به عنوان یه ایرانی نمیشناختن، حرکات ما رو نمیدونستم و بسیار براشون سخت بود، اینا رو آموزش میدادم و حالا تو شهرهای مختلف کشورهایی که اسم بردم بچه ها اجرا میکردن و اون خارجی ها وقتی که کار من تموم شد میگفتن فرزانه بمون اینجا بمون. حالا اونا از من فارسی ها پیر شدن، مثلا حالا یکی از اصطلاح های من وقتی بچه ها اشتباه میکنن یا ولی وقتی که خیلی خوب میرخصن من میگم ای توف بروتون، یعنی این توف برون هم یعنی که چرا اینجا اشتباه کردی، یا اینکه الهی من قربونت برم توف برون که این خوب میرقصی. و اینا یاد گرفته بودن، اینو رو تخت سیاه می نوشتن، موشان رو یاد گرفته بودن، اینا رو همه و به من میگفتن که بمون، شما بمون. در نتیجه من خیلی مایل بودم همیشه که این هنر خودم رو، یعنی این چیزی که با عشق
دارم رو به حالا اونایی رو که عشق دارن همونجور متقابلا به من به اونها آموزش بدم. اینه که لیلی جان من اینجا موندم و شانس اینو داشتم که با همه شما کار کنم و این هنر رو به مخاطب خودم که فعلا فرد خانوما هستن چیز بدم، انتقال بدم.